ماشاءالله ریزش و رویش داشتیم تو این قصه. در آخرین روزهای حیات بابرکتش، بعد از اینکه همه این جریانات ناسباب و یکی از دیگری تجاریشون چند ماه مونده بود عمر بابرکتش اینا تموم بشه، در هر خونه حزب الله دو تا قاب عکس بود، یکی حضرت آقا روح الله، یکی قرار بودش که پرچم بعد از او برسه به دست حضرت آیت الله منتظری، نائب بر حق ایشون. یه دفعه شب رادیو رو باز کردی اینا، با قلبی اندوه بار شما را که ساده لوحی بیش نیستید، شیخ ساده لوحی بیش نیستید، از این احراز به این مقام اینها سلب میکنم، اینها لازم است که این اقدامات رو انجام بدید. یک، خانه خود رو از ورود و خروج لیبرال ها و منافقین پاکسازی کنید. دو، خمس و زکات اینا که به شما داده میشه در رابطه با من از این به بعد دیگه حق ندارید بگید. سه، حق ندارید وارد مسائل سیاسی بشید، نهایتا خاصی میتونید ادامه دروس حوزوی رو در قم بدید. اینا یا ابوالفضل عباس، خدایا چه اتفاقی پیش اومد؟ آقا روح الله، شما که تا پیروز گفتی که من نه یک بار بلکه چندین و چند بار در منتظری خلاصه شده ام، یعنی خامه منو میخواید ببینید؟ تو منتظری ببینید. برای تو دارم میگم که امروزه هنه گیج و کلافه ای که حضرت آقا یه بار یه جا گفت فلان، هیچکی برای من فلانی نمیشه. اگه تاریخو برای تو میگفتن که پسرم دخترم این اتفاقات بر ما یه بار گذشته، آقا روح الله یه بار برای من گفته که اسلام اینقدر عزیزی که برای رسیدن و برای ایجاد و برای اجرای احکام و منویات اسلامی همه چیز، زن و فرزند و رفاقت و همه اینا رو باید فدا کرد، و عملا خودش هم این کار کرد تو رفاقت با جنه. حاضر نیست این حالا رولا یه اشتباهی شد. شب من شنیدم، مادرم هم شنید، گفت بچه قاب عکس رو بیار پایین. گفتم نه حالا صبر کن تا فردا ببینیم چی میشه، یه چیزی رادیو گفت دیگه اینا. گفت میگم قاب عکس رو بیار پایین. یه عصا بود زد زیر قاب عکس، قاب عکس اومد پایین، ده تیکه شد. من تا برم مسجد، ماها آکادمیک هستیم، ماها استادیم، دانشجوییم، علمی باید بررسی بکنیم، پای میز آزمایشگاه اینها رو فلان بکنیم، اینا ده روز طول کشید. آقا چرا آقا اینجوری فهمودند اینها؟ بله من آقا کولت سن پیدا کردم، آقا فلان کانال های ارتباطی امام فلان اینا، هر کسی تحلیل های خاصی اینها، ده روز طول کشید تا من قاب عکس آوردم پایین. بعضی از رفیقام تا خود فتنه و تا همین الان قاب عکس بالاست. مریضیه دیگه، مریضی. به خاطر خطایی که خواستمون مرتکب شدن این اتفاق پیش اومد. اما همون موقعی که ای مجبور میکنی سید اولاد پیغمبر بره به سمت قدنامه 598 جدید، گور خوندید؟ همون موقع که آقا روح الله قدنامه رو داشت امضا میکرد، پیام قدنامه رو بخون برای اینها، نه که خزعبلات بگی من با امام بودم زیر لحاف زیر تشک به من فلان چیزو گفت. نگه داشتم برای این روزها. گفت اما اومدن پنجره ها رو باز کردن. پسرم گوش بده این حرفا جای دیگه زده نمیشه، بنا هم نداریم بزنیم، همین اینجا یعنی چندین ماه قرار خفه خون بگیریم و به تو ثابت بشه و به این 17-18 میلیونی که برای بهتر شدن معیشت رأی دادند مشخص بشه که راه فقط راه سید اولیا پیغمبر، سید اولاد پیغمبر حضرت روح الله درسته و بس، راه آقا درسته و بس، که میگه که خوشبین نیستم به این قصه ولی برای تجربه بعضی از شما بد نیست مسیر برید. اما برای بچه ها قصه جدید نیست، این عاشورا و این کربلا رو برای من و تو نوشتن که سید شهیدان اهل قلم سید مرتضای آبینی که همینجا مقتلشه گفت بر هر کس که ادعای شیعه بودن دارد او را جبرن از گذرگاه کربلا و عاشورا عبور می‌دهند.
کربلای تو کجاست؟ نمیدونی. کربلای من کجاست؟ عاشورامون نمیدونی. اما جبرن ما از این مسیر عبور داده خواهیم شد. حواس جمع باشی، حواس جمع باشی. یاد جمله همت افتادم توی همینجا. آی بچه ها بجنگید، نجنگید میان انانتون رو دست میگیرم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و تزاغر زمان علینا. آقا جان، بچه های شما هم خسته شدن. آقا زودتر بیایید. آقایه بچه ها باور کنید که بایستی، اگر از همت میخواستم یک نکته رو بگم و برم، این خاطره از من ثبت شده برای شما به عنوان هلو مای فرند. همیشه حاجی میگو بچه ها بجنگید، اگر نجنگید سازمان مللی ها میان انانتون رو به دست میگیرن، همین هایی که بدتون میاد. من دیدم اینو از نزدیک وقتی که 598 شد ریختن سراسیمه فرانسوی ها ایتالیایی ها به عنوان نیروهای سازمان ملل توی همین هتله. گفتم اینو یه بار برای بعضی ها. در آسانسور باز شد، همه حالا سربازای سازمان ملل اومدن که و این نشون میده که ما حزب اللهی ها کار فرهنگی بلد نیستیم. کار فرهنگی خوب خیلی زمان داره تا کاری، برای کار فرهنگی خوب انجام دادن پی‌اچ‌دی میخواد، دکترا میخواد. نمیگم که بلند شی دوتا بوق قدم بکنی یه بنر پشت بزنی. دو ماه نباید بخوابی برای اینکه موسیقی چی پخش بشه، این بنر اینه اون رفت بالا خراب نشه، این بوق نزنه واسه خوده ایچون. کار میخواد بعد کار بکن. بعد این پتانسیل، این جمعیت رو ببین، این ساعت کار فرهنگی کردن، خواب و زن بچه رو باید طلاق بدی. آقای بابایی میدونه، آقای عزیزم، آقای مهندس غفوری میدونه. از زندگی و هستی ساقط میشی به خدا. بخوای کار فرهنگی بکنی، بخوای به بچه های مردم خوراک بدی، بخوای یه اردو ببری جنوب، بخوای یه فکه ببری، بخوای یه کردستان ببری، اینا از هستی ساقط میشی. کار قشنگ و زیبا موندگار بخوای انجام بدی، نه کارهای در پیپی، کاری که دیگه روتین شده همه به یاد گرفتن. کار جدید و نو بخوای ارائه بدی زحمت در میاد. معمولا این آیه رو در جایی که عزیزی رو از دست میدیم میخونند، ولی کن قرائت میکنند، ولی فکر میکنم که اینجاش اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدل تبدیلا. چند نکته بسیار کوچیک توی جمع بهترین ها و دغدغه‌مند ها و داغدار ها. در سال روز اتفاق بسیار بزرگی که در نوع خودش از 8 سال و 10 سال دفاع مقدس بسیار سنگین تر بود، پیروزی شما مردم خوب با ولایت بر اهل فتنه، نه فتنه ای که این روزها حتی تو رسانه به گونه ای جلوه داده شد که جماعتی از کره مریخ با بشقاب پرنده اومدند اینجا به هم ریختند محفل و نظام رو، و در اثر پشتیبانی شما از ولایت آن مریخی ها به کرات خودشان بازگشتند. نه اینگونه نبود، واقعیت این بود. پدر بزرگوار شهید کبیری، شهید فتنه، و سایر شهدای فتنه ای که مظلومانه، نه اسمی از شهدای فتنه هست، نه آمارش هنوز. البته بزرگواری کردند آقای بنیاد شهیدی، اینها تو این چند روزه اینها یه تعدادی اسم دادند بعد از گذشت 4 سال. اما این جشنواره که اسمش گذاشتید عمار، به تعبیر حضرت آقا از برکات فتنه بود.
یعنی اگرچه که سلمه خیلی شدیدی وارد شد به نظام، همه چیز برای کودتا و برای رفرم به قولی خودشون آماده بود. واقعیت کلام رو بگیم، همه چیز در داخل و در خارج برای براندازی و برای کودتا آماده بود، اما خدا نخواست نشد. شما پدر مادر شهدا هم دعا کردید نشد، و بچه ها رو مثل زمان جنگ، همونطوری که مادر برازجونیه گفت، با یتیمی بزرگت کردم، اما تا جنگه برو توی میدون. بچه ها رو فرستادی توی میدون، توی همین هفته تیر، توی جای جای اونهایی که اومدند و اینها فتنه کردند، الان هم بیرونند. یه چیز بگم، یه خود خودم رو سبک بکنم. برای خودمون خیلی نوشابه خانواده باز کردیم که آی چشم فتنه رو کور کردیم، آی فلان کردیم اینها. شما رسالت خودتون رو انجام دادید، اما واقعیت اینه که اون اتفاقی که بایست میافتاد در خصوص فتنه و مطالبات ما اتفاق نیفتاد، اتفاق نیفتاد. فلذا مرکز فرماندهی این فتنه که این جشنواره از دل این حادثه بزرگ اومد بیرون، اگر اون اتفاق نمی شده اینها به هیچ وجه، خوب گوش بدید عزیزان، مونوپول و مافیای صدا و سیمایی ها، سینمایی ها که در طول بیش از 3 دهه انقلاب شکل گرفته، به هیچ وجه اجازه نمی دن بچه حزب اللهی با دیدگاه روح اللهی وارد این صحنه بشه، اصلا و ابدا. الا اینکه یه جایی با این مافیا و با این مونوپول ساخت و پاخت داشته باشه. از برکات این فتنه این بود که تو دلش این قصه زد بیرون و حزب الله نشون داد که وارد مقوله جنگ نرم، اگرچه که این سافتوار خیلی سخت و پیچیده است و ما تجربهش رو نداشتیم، اما نشون داده شد توی این 3 دهه. تو سال قبلم که بایکوت بود آقای طالبزاده این داستان، امسال باز به برکت حجمه بر بچه ها و اینها و روی کرده ارزشی به این قصه و اینها جبران منفجر شد این قصه، و الا این باز هم کماکان اینها از دیدگاه آقایون مسئولین توی همون اصول حرج از نظر مادی و از نظر پوشش دهی و اینها کماکان، این یک اتفاق خودجوشیه که نشد جلوش بگیرن این اتفاق افتاد، و الا 2 سال پیش همین. دو نکته، یک این که قلب و مرکز فرماندهی فتنه، اگرچه که شما با اون حجمه سنگین اومدید زور بازوتون رو نشون دادید و اینها و خفه کردید، اما مرکز فرماندهی فتنه و عناصری که جاش اینجا اسم بردنش خوب نیست برای این محفل، نشون دادند که هنوز که هنوزه، اگرچه که از نظر شما مطرود شدند و حذف شدند، اما قابلیت سازماندهی و ایجاد و وارد فتنه جدیدتری شدن رو دارند. عملیاتی ها همیشه بایستی این پتانسیل ها رو دیده بگیرند و اگر نادیده بگیرند و اینها میخورند. دومین مطلب، تشکرم از عزیزانی که در بیش از 1 دهه میبینم که برای یه چنین روزهایی با افقی تلاش کردند و کار آموزش به جوانان رو شروع کردند. خواسته عزیزم آقای دکتر طالبزاده، بسیاری از عزیزانی که اومدن جایزه گرفتند از نزدیک میشناسمشون، خیلی هم خارج هستند و اینها چه از افغانستان چه از لبنان، از شاگردها و دست پرورده این عزیز هستند که کارهای بسیار بزرگی کردند و اینها که شاید وقت نشد از این عزیز، فقط یک کلیتی از عزیزم آقای دکتر طالبزاده تقلیل شد، ولی بیشترین شاید ارزشی که من قائل هستم برای مقوله اینه که
روزی که 10 سال پیش عزیزم وارد شد، یه شاگردها و بچه هایی رو که باهاشون شروع کرد بازی بازی کردن همه بهش خندیدن. توی همین راستا عزیزم دکتر حسن عباسی، عزیزم آقای وحید جلیلی توی این راسته توی سنوات گذشته مراکز آموزشی که ایجاد کردند و ارزش و بها دادند. میدونید قشر هنرمند جماعت نیاز داره به این توجه. اگر تو توجه نکردی بهش، میان روش سوار میشن، با دادن یه دونه هدیه، با دادن یه تشویق، اینها گویشو میزنن دیگه. این متاسفانه مشکلیه که ما داریم. توی همینجا از عزیزم آقای گلجی، سایر دوستانی که توی این فتنه ها موندند پای انقلاب، تو تمام این فشارها، هر کسی یه شعر خوند آسفالتش کردن، هر کسی یه فیلم ساخت کوچیک بزرگ، اینها اومد هنرپیشگی کرد توی این رسه، اینها آسفالتش کردن. دیدید شما هنوز که هنوز این جو سنگین توی دانشگاه ها، توی اساتید دانشگاه ها، توی نظام، توی جای جا، توی سیستم قضایی ما، توی سپاه ما هست هنوز این جو سنگین. و برای شکست شدن این خط در حوزه هنر، همون دونه که آقا روح الله برای ما تو آویزه گوشمون گفته که هنری از دیدگاه ما مقبولیت داره، خوب گوش بدید، همتون میدونید اما گفتنش برای بچه ها، هنری از دیدگاه ما مقبولیت داره که شفاف کننده ظلم جباران و ستمگران و از اون طرف روشن کننده مظلومیت پابرهنه ها و شهیدداده ها و سیلی خورده های تاریخ. این اون برند و اون شعار استراتژی که همه شماست که توی این مقوله وارد شدید، در عرض مستند، در عرض جدن. مقوله دیگر این که با توجه به این که آقا فرمودن در مقطع پیچش تاریخی قرار داریم در داخل و خارج، این قلیل کارها فقط چاله چوله های جلومون رو هم نتونست پر کنه، یعنی باز هم اینا بایکوت میشه. نهایت شما تهرونی ها با داشتن یه چنین محفلی و اینها همه از هم دیگه تقدیر و تشکر، شهرستانی ها آدم نیستن. نمیتونیم ما با این توان و با این پولی که داریم اینها بتونیم این کارها رو اشاعه بدیم در داخل و در خارج. و این اتفاق بزرگیه که با توجه به که چنین مقطعی قرار گرفتیم بایستی خیلی بیشتر از این دوستان انرژی بگذاریم. این تنصر الله ینصرکم، این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. آیه عجیبیه، شاید هم اصلا یه جاییش اشتباهیه، نمیدونم، ولی چرا خدا گفت اگر تو منو یاری کنی ما هم شما رو یاری میکنیم؟ پس معلومه که با همه یه سقوراتی که هست باید خدا رو و حزب الله رو و ولایت رو و ولی رو توی این جبهه حامی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.